عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما ارتشیان همیشه قهرمان ایران زمین. امروز میخوام با شما صحبت کنم. شما ارتشیان همرزمانی داشتید که در 8 سال جنگ از خودشون ایثارها و فداکاریهای بسیار زیادی به خرج دادن. همرزمان شما در فتح خرمشهر، در آزادسازی خرمشهر قوغایی به پا کردن، اما ما میدونیم که تمام فداکاری های ارتش به نام سپاه زده شد. همرزمان شما برای اینکه پیکر اوریان و بیجان یک بانوی ایرانی رو از روی نخل ها به پایین بیارن 3 تن شهید دادن، اما در نهایت این کار رو کردن به خاطر اینکه به خاک ایران سوگند خورده بودن که از مرز و از خاک و از آب و ناموس ایران دفاع کنند. ما میدونیم که امروز فرماندهان ارتش یک مشت سردار سپاه هستند. ما میدونیم به جای سرهنگ سمدی ها، به جای اون همه فرماندهان غیور ارتش، یک مشت سردار سپاهی دارند بر ارتش حکمرانی میکنند که حتی بلد نیستند پوتین های خودشونو واکس بزنند. از کوچکترین استراتژی و علوم نظامی برخوردار نیستند. اما شما در همون پادگان های آموزش دیدید که همرزمان شما در حکومت شاهنشاهی آموزش دیدند. شما به همون خاک و آب و ناموسی سوگند یاد کردید که همرزمان شما سوگند یاد کردند. 41 سال شما تحت فشار بودید، مانند سایر اقشار جامعه ایرانی، توسط جمهوری ددمنش اسلامی در ایران. 41 سال به شما هم فشارهای زیادی وارد شده. 41 سال شما را در ضعف فرو بردند، چون از ارتش هراس دارند. اگر در قیامها و در خیزشهای خودجوش مردمی شما نیومدید وسط، دلیل داشته قطعاً، و اونها رو هم ما میدونیم. مردم ایران ایثار و فداکاری های شما رو در طول این 41 سال کم ندیدن. اجرای کامل شعار ارتش فدای ملت رو ثابت کردید. زمانی که در رودبار و منجیل زلزله اومد، دوشا دوش نیروهای هلال احمر، شما بودید که به داد مردم رسیدید. نه دولت بود، نه سپاه بود، نه حکومت. در زلزله بم شما به داد زلزله زده ها رسیدید. نه سپاه بود، نه دولت بود، نه حکومت. در کرمانشاه و سر پل ذهاب همینطور. در سیل پارسال نوروز 98 همینطور شما به داد مردم رسیدید. و امروز هم در شیوع ویروس کرونا باز شما هستید که دوشا دوش مردم ایستادید و دارید بهشون کمک میکنید. همه اینها رو مردم میدونن. اما اگر در طول قیام ها می اومدید وسط و از مردم حمایت می کردید، کار جمهوری اسلامی یکسره شده بود. فرق ارتش امروز با ارتش قبل سال 57 صرفاً در نبود فرماندهانی هست که عرق ملی داشته باشند. اما درجه داران و افسران و برخی از افسران ارشد ارتش با ملت هستن، با مردم هستن. شما با مردم هستید که همیشه سینتون رو ستب کردید، رفتید به یاری مردم. امروز اگر بلند نشید، امروز اگر شما با بخشی از بدنه سپاه و بسیج و یگان ویژه نیروی انتظامی که از حکومت و از سپاه و بسیج کنده شدن و به سمت مردم اومدن متحد نشید، فاجعه ای که 41 سال گریبان مردم رو گرفته و هر روز دارن کشته میدن، این بار در خونه شماها هم خواهد آمد. ویروس کرونا امروز به شما رحم نمی کنه، به خانواده شما رحم نخواهد کرد، به زن و بچه شما رحم نخواهد کرد. مرگ یک بار، شیون یک بار. شما آموزش دیدید برای یک همچین روزهای سختی. شما آموزش دیدید تا از خاک و ناموس و مردم کشورتون دفاع بکنید. شما آموزش دیدید که خودتون رو فدای ایران، فدای مردم ایران بکنید، همونطوری که تا الان کوتاهی نکردید. اما این بار فرق میکنه.
به جای اینکه در خونه هاتون بشینید تا فرشته مرگ در خونه های شما هم بیاد، تمام نیروهای نظامی با هم میتونید متحد بشید و کار رو یک سره بکنید. جمهوری اسلامی در بدترین شرایط تاریخ 41 ساله خودش قرار گرفته و امروز این عزم راسخ شما ارتش همیشه قهرمان هست که میتونه کار رو یک سره بکنه. امروز شما هستید که باید بیایید پشتتون رو بدید به مردم کشورتون، ازشون حمایت کنید و سینه‌تون رو روبروی دشمنی بگیرید که تو خونه نشسته و از نیروهای نظامی و شبه نظامی اجنبی برای سرکوب و کشتار مردمتون داره استفاده میکنه. شما میتونید رو در روی اونها، سینه در سینه، چشم در چشم بیستید و اونها رو نابود کنید. امروز وقت اون رسیده که ارتش همیشه قهرمان، دلاورانی که همیشه نام‌آور بودند برای ایران زمین، با نیروهایی که از بدنه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی کنده شدند، به داد مردم ایران برسند و کار جمهوری اسلامی رو تمومش کنند. مطمئن هستم شما ارتشیان و نظامیان اگر همت کنید میتونید این کار رو به پایان برسونید و برگ جدیدی در تاریخ معاصر ایران ورق بزنید. همینان عزیز، ارتشیان ایران از سال 57 در فشارهای گوناگونی بودند. جمهوری اسلامی در دوران 8 ساله جنگ سعی کرد ارتش ایران رو نابود کنه، سعی کرد ارتش رو تحت سلطه سپاه قرار بده. حقوقهایی که بهشون میده به ناچیزترین حقوقی معروف شده که در ارتشهای جهان داره پرداخت میشه. ارتشی که جون خودشو گذاشته کف دستش برای کشورش، مجبور هر روز بعد از پایان کارش بره در آژانسا، در هر جایی کار دوم و سوم داشته باشن تا خجالت زده زن و بچه نشن. اگر ارتش تا امروز حمایت نکرده، نیومده وسط برای خیزش های مردمی، به خاطر اینه که از مردم اطمینان نداره که تو خیابون بمونن. اگر 1% ارتش در هر زمانی از مردم حمایت بکنه و بیاد وسط و این مردم برگردن تو خونه هاشون، این نظامیان رو همه میشناسن و چیزی براشون باقی نخواهد بود. اگر مردم بیان تو خیابون، اگر من و شما بیایم تو خیابون و بر نگردیم خونه هامون، دست به دست همدیگه بدیم، با نیروهای نظامی، ارتش و همه با هم باشیم و بجنگیم، ارتش حمایت خواهد کرد. نیروهای ارتشی همیشه از شما، از مردم، از ایران حمایت کردن و حمایت میکنن و کار جمهوری اسلامی رو تموم میکنن. امروز وقت اون رسیده تا ارتش و نیروهای نظامی با مردم دستتون رو بذارین تو دست هم دیگه و با هم بلند شید و کار رو یکسره کنید. در غیر این صورت فرشته مرگ در خونه تک تک ما ایرانی‌ها رو خواهد زد و این فاجعه انسانی و این فاجعه که جمهوری اسلامی عمدن در ایران به راه انداخته برای یکایک ما ایرانیان، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. قبل از اینکه مرگ تو خونه ما بیاد سراغمون، باید کار جمهوری اسلامی رو در بحران شدیدی که گیر کرده تموم کنیم و این وظیفه شما ارتشیان هست که بلد هستی چه استراتژی رو به کار ببرید، از چه تاکتیک و تکنیکی استفاده کنید تا نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی نابود بشن. کاری بکنیم برای کشورمون، برای مردممون، که نسل آینده اگر گل میاره روی سنگ قبر ما بذاره، حداقل اوف نکنه روی قبر ما و نگن که آبا و اجداد ما بی غیرت بودن. وظیفه ماست، همه با هم باید بلند شیم، چه در داخل و چه در خارج. به امید آزادی ایران، به امید آزادی مردم ایران، تا ابد پاینده ایران. چابهار و کاسپیان از دست رفت، از شمالم تا جنوب برباد رفت، شرق و غربم رایگان تاراج رفت.
گربه زیبای من را برگردانیدش به من. نقشه ایرانم کجاست؟ آن را برگردانیدش به من. آن پهلوانان نعره خشم پلنگان، نیزه و تیر و کمانها، مردان ایرانم کجاست؟ این ملت درمان، آن کودک کار، آن زن بی سرپناه، آن مادر پیر دست فروش، نان شبش را از غافلش هر روز گدایی می کند. غیرت ایرانی چه شد؟ خون ایرانی کجاست؟ شرف ایرانی چه شد؟ خشم مردانش کجاست؟ دشمن اگر سر می زند ما هم سر و دستش زنیم، گر او زند هم دست و هم ما را به سر، ما هم سر و هم ریشه و دستش زنیم. سینم مملو از تیربار و مسلسل گشته است، سینم مملو از تیربار و مسلسل گشته است، خواب نامحرم به جانم گشته است، گرگشایید سینم رگبار آغاز می شود، هر قطره از خونم فشنگی بر قلب سیاه دشمن خونخوار شود. ایرانی دست در دست هم سازد وطن، نقش ملا و جهل و ظلم گردد کفن. ما نخست همت کنیم ایران را آزاد کنیم، بعد آن پشت در پشت هم ایران را آباد کنیم، بعد آن پشت در پشت هم ایران را آباد کنیم.